مسی دروازه‌بان بهتریه یا رونالدو. توی این ویدیو میخوایم مسی و رونالدو رو دروازه‌بان کنیم. از چالش‌های کاشته، ضربه پنالتی، تک به تک و کلینشی در یک بازی کامل عبور می‌کنن تا به امتیاز 100 برسن. داستان از این قراره. کارشون از چالش‌های آسون به سخت شروع می‌کنن. هر چالش امتیاز خودش داره. کاشته 9 امتیاز، پنالتی 21 امتیاز، تک به تک 30 امتیاز و کلینشی در یک بازی 40 امتیاز داره که در مجموع میسی و رونالدو باید به امتیاز 100 برسن. به نظرتون میسی می‌بره یا رونالدو؟ پس اول گردونه رو می‌چرخونیم تا ببینیم که با رونالدو شروع کنیم یا با مسی. مکنون با کریستیانو رونالدو شروع. کاشته رو از روی قوس محوطه جریمه می‌زنیم. اولین ضربه کاشته به سمت کریستیانو رونالدو در مورد دروازه قرار گرفته. ضربه کاشته کوین دی بروینه توی دروازه. ضربه کاشته دوم کوین دی بروینه. هر بازیکن باید 3 تا ضربه کاشته رو بزنه. کریستیانو رونالدو اولیو گرفت. 3 امتیاز. میریم سراغ کاشته سوم کریستیانو رونالدو و آخرین کاشته. اگر که اینو بگیره 6 امتیاز از کاشته گرفته و رفته واسه مرحله بعدی که نگیره. از 9 امتیاز کاشته کریستیانو رونالدو 3 امتیاز میگیره. برای لیونل مسی هم دقیقاً از همونجا ضربه کاشته رو میزنه. اولین ضربه کاشته کوین دی بروینه به سمت دروازه لیونل مسی که توی دروازه مشاهده می‌کنید. توی دقیقاً دروازه همون لیورپول که رونالدو بود هست و گل خورد. تا اینجای کار مسی امتیازی نگرفت. ببینیم که در ادامه به امتیاز رونالدو که یه دونه رو گرفته بود میرسه یا نه که کوین دی بروینه 3 امتیاز می‌گیره مسی. اگر این کاشته گل بشه مسی 6 امتیاز گرفته از رونالدو پیشی گرفته. کوین دی بروینه میزنه. مسی از 9 امتیاز کاشته 6 امتیاز میگیره. تا اینجای کار مسی جلوه. اما بریم سراغ پنالتی. میریم سراغ اولین کاشته کریستیانو رونالدو که در این کاشته هر کاشته 7 امتیاز داره که میشه 21 امتیاز اولی گرفت رونالدو. 7 امتیاز. گفتم 3 تا 7 امتیاز میشه 21 امتیاز در مجموع. اگر که بتونه 3 تا پنالتی رو بگیره 21 امتیاز گرفته که نگرفت. تا اینجای کار کریستیانو رونالدو 7 امتیاز گرفته. اگر که این کاشته رو بگیره پنالتی رو بگیره عالی میشه واسش که گرفت. رونالدو از 21 امتیاز پنالتی 14 امتیاز میگیره و در مجموع امتیاز 17 میرسه. برو ببین اولین کاشته به سمت لیونل مسی دل ها نیمار که رفیق شفیق مسی باشه. اولین کاشته رو تا اینجا کار لیونل مسی 6 امتیاز گرفته و اگر که بتونه این دو تا پنالتی رو بگیره از رونالدو امتیازش بیشتر میشه که در آورد 7 امتیاز برای مسی. تا اینجا کار مسی 15 امتیاز داره. این پنالتی رو بگیره از رونالدو خیلی رفته بالاتر که نگرفت. مسی از 21 امتیاز پنالتی 7 امتیاز میگیره و در مجموع به امتیاز 15 میرسه. اولین ضد حمله تک به تک به سمت دروازه کریستیانو رونالدو که هر کدومه این چالش 10 امتیاز داره در مجموع 30 امتیاز چالش که گل خورد. آره دیگه کلیان امباپه میره برای تک به تک شدن با کریستیانو. باس نده دیگه بابا پاس نده. امباپه میره واسه تک به تک شدن با رونالدو. ببینیم که میتونه رونالدو توپ رو در بیاره یا اینکه نه گل میخوره با بازیش بسیار سهمگین تک به تک رونالدو. ببینیم که آخرین تک به تک میتونه در بیاره جلو. ای کیه اون تو دروازه واسطه رونالدو دیگه اونجا چرا نمیگیری پر؟ رونالدو از 30 امتیاز تک به تک هیچ امتیازی نمیگیره و هنوز روی 17 امتیازی که داشت میمونه. حالا این بار لیونل مسی در اون دروازه قرار گرفته. ببینیم که میتونه حداقل 10 امتیاز از این چالش بگیره یا نه که امباپه شده چو میزنه میره تو گل. مسی هم همچنان 0 امتیاز دار. احمق چرا پاس میدی آخر رو بغل؟ پاس به امباپه میرسه تک به تک امباپه با لیونل مسی. بابا عمر خوردین شما. امباپه میرسه امباپه تک به تک با مسی شوت امباپه بازم گل. مسی هم از 30 امتیاز تک به تک هیچ امتیازی نمیگیره و روی 15 امتیازی که داشت میمونه. و اما میرسیم سراغ سخت‌ترین چالش یعنی کلین شیت در یک بازی کامل روی حالت لجند. پس مسی رو بردیم توی لیورپول که دفاعی بهتری داره و در مقابل من سیتی قرار میدی. ترکیب هیچ کدومو دست نمیزنم. نه واسه رونالدو نه برای مسی. حالا مسی میره که تا خودش رو به چالش بکشه. مسی و رونالدو هر کدومشون باید این بازی رو انجام بدن و هر کدوم بتونن جلوی من سیتی توی لیورپول کلین شیت بکنن 40 امتیاز میگیرن و روی امتیازی که داشتن جمع میشه. اما اگر نتونن هیچ کدومشون این چالش رو انجام بدن میریم سراغ فرصت طلا. بابا من سیتی گوردیولا حالت لجند بکش جلو. از سمت راست رانزه ده همه میزنن روی دروازه لیونل مسی. ریاض محرز خطریه. وای سانت کنه کارش تمامه. اوه گوندوگان میرسونه به این حالت خطرناک روی دروازه. اوه وضعیت داره خطر میشه. پپ گوردیولا داره ده همه میزنه. فیل فودن به وسط تر دی بروینه دوباره به خود رودری برسون به ریاض محرز. حالا وای مسی گولو میخوره. مسی گولو رو میخوره از ارلینگ هالند و دروازش در 32 دقیقه باز میشه. اما شاید رونالدو هم گل میخوره بس بهش فرصت میدیم تا آخر بازی بازی بکنه. ببینیم کی کمتر گل میخوره. همین چهره مستر لیونل مسی. اوزه دملو رو در زیر یولا مسی دوباره گندگان میرسونه جک گریلیش. او وضعیت وخیمه. دوباره به هالند گل بعدی هم میخوره مسی. دوباره این هالند توپ رو گرفته زد دملو میخواد بزنه سمت دروازه یولا مسی. فهمیده که کجا بزنه شوتش خطا رو گرفت. از دوباره به این هالند میرسونن باز دوم
دوباره مسی در میاره. بارو کلا مسی. سومیو نمیخوره دیگه. بازی تموم میشه و لیونل مسی با دو گل به کار خود پایان میده. بریم سراغ کریستیانو رونالدو. لیونل مسی تا اینجای کار همون 15 امتیاز رو نگه داشته. حالا به جای لیونل مسی رونالدو رو میاریم و ترکیب جفتیمو هیچ دستی بهش نمیزنیم. آقا در دفاع رو نگه دارین دقیقه 5 بازی همینجوری مثلا دنده میذارن. 6 تا میخوره رونالدو به خدا. وای فیل فودن ساندچو میکنه. هالند رونالدو در میاره بارو کلا. وای اشتباه کرد رابرتسون. رفتم واسه حمله کارلی واکر نداره بزنه. رابرتسون نسونت. وای گل خورد رونالدو دقیقه 16 بازی سر این احمق گوساله. گوندوگان اومد واسه حمله زدن سانت کنن کار کریستیانو رونالدو تمومه. سادر محرز رو بگیرید و رونالدو در میاره برو کلا. باز دوباره ایلینگ هالند توپ رو میگیره محرز شوت محکم جو خدا رونالدو رو فوش در بیاره. این اثاره ببین خدا اینجوری که داره پیش میره رونالدو دو تا دیگه میخوره. اینقدر گاون تو دفاع. باز دوباره ایلینگ هالند سمت شماره دو کایل واکر به وسط در میسر. باز دوباره وسط تر دوباره ریاض محرز نه کایل واکر خود ریاض محرز پاسکاری به کایل واکر. بابا بگیر اونو بگیرش بگی شوت نکنه ووک رو جان جدی ببند گلو الان میزنه رونالدو. ووک خدا وکیلی تا الان توی خود بازی رونالدو بهتر دروازه‌بانی کرده. هم کمتر گل خورده هم سیوش بیشتر بوده. وای هالند داره میره شوت ووک چه گلی خورد رونالدو. وای خدا گل به خودی چطوری تو اونا بو بکش کنار خوبه کلو. آقای رونالدو خان چجوری تو اونا گل خورد؟ جان پدرت یه گل دیگه نخورد صبر کن. دقیقه 88 آخرین فرصت روی دروازه کریستیانو رونالدو ساد روی دروازه هالند. رونالدو هم مثل مسی دوتا گل میخوره و میریم سراغ فرصت طلایی. کریستیانو رونالدو از 40 امتیاز کلین شیت 0 امتیاز میگیره و روی 17 امتیاز باقی میمونه. تا اینجا کار رونالدو با 17 امتیاز مسی رو با 15 امتیاز شکست داده. اما یه فرصت طلایی به لیونل مسی میده رونالدو چون رعوفه. رونالدو دقیقاً از وسط زمین 3 تا ضربه کاشته ناکل شده به سمت دروازه مسی میزنه و اگر که بتونه هر 3 تاشو بگیره مسی برنده این دیدار خواهد بود. بعد همونطوری که مشاهده می‌کنید لیونل مسی توی دروازه قرار گرفته و لیونل رونالدو میخواد از اینجا ضربه‌شو بزنه 3 تا ضربه. اگر از این 3 تا رونالدو نتونه هیچ کدومو گل کنه مسی برنده است. اولین ضربه کریستیانو رونالدو به سمت دروازه لیونل مسی در ورد. وای رونالدو خان این چه کاری داری انجام میدی آخه تو کریس رونالدو. آقا من نمیدونم این نباید بیاد بالا بزن بره تو گلش دیگه. برو تو گل بابا درست میخوام ولی هست شد. رونالدو با 17 امتیاز برنده دیدار میشه و بهترین دروازه‌بان بین لیونل مسی و رونالدو. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید ولی به نظر من دوتاشون مثل همه بس شانس بوده که رونالدو قهرمان شده. لایک و سابسکرایب کنید تا فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی.